مادر جان، ارشنگ گم، سر کاری داری زحمت میکشی نه عزیز؟ سلام مادر جان. بله سر کارم. ارشنگ جان، وقت داری چند دقیقه با صحبت کنم؟ مادر خیلی مسئله مهمیه. بله مادر جان بفرمایید، چه مسئله مهمی؟ ببین مادر، الان زنگ زدم خونتون، تا زنگ اومد گوشی برداری چند دقیقه طول کشید، قشنگ معلوم بود که خواب بوده. ببین من نمیخوام دخالت کنم و ارژنگ جان، ولی ساعت 9:30 صبح زنه مردم یا سر کارن یا خونهشون تمیز کردن، نهارشون هم بار گذاشتن. حواست رو جمع کن، زن تنبل نشه ها. ببین از این خواهرات رو نگاه کن، این سه تا خواهرات قشنگ 8 صبح زنگ میزنن، غذاشون هم بار گذاشتن. یه شوهرشون شانس دارن دیگه مادر، قربونت برم. حواست رو جمع کنی و قشنگ 6 صبح میری جیغ بزن زنتو از خواب بیدار کن، نذار بخوابه، قشنگ بدرقت کنه، برای کار زندگیشو انجام بده. یعنی آدم اینقدر بیکار، البته به من ربطی نداره ها، خودش میدونه. بله مادر جان کاملا حق با شماست، نه اجازه نمیدم تنبل بشه. درست میفرمایید مادر جان، اصلا چه معنی داره یه زن متعهد و متعهد تا ساعت 9:30 بخوابه؟ 9:30 ظهر، والا 9:30 میشه ظهر دیگه، شما فرمودین. بله درسته، حق با شما، دیگه اجازه نمیدم. من از اون مردا نیستم که بزن رو بدم اصلا. امروز میرم خونه حسابی باهاش صحبت میکنم، لازمم شد خشن میشم. قربونت برم مادرم. مادر جان یه وقت فکر نکنی من دارم دخالت و فضولی میکنم تو زندگی تو. نه من اصلا کاری به کسی ندارم، من نشستم توی خونم دارم نون و ماست خودم میخورم، اصلا به من چه کی چیکار میکنه؟ والا به من چه ربطی داره قربونت، فقط حواست به زندگیت باشه مادر، فدای تو بشم. خواهراتو من الگوی زندگی خودت قرار بده، هی هم بزن تو سر زنت، فدات شم. خیالت راحت باشه مادر جان، خدا نگهدار. الو سلام رویا جان. سلام ارشنگم، شوهر مهربونم. عزیزم من اینجا الان زیاد کار دارم، اجازه میدی کارم تموشات با شما تماس بگیرم؟ ارژنگ جان من زیاد نمیخواستم وقتتو بگیرم، فقط میخواستم بگم اگه شب اومدی خونه دیدی من عصبیم و استرس دارم و قضام درست نکردم، اصلا ناراحت نشی عزیزم. آخه مامان جونت اول صبح زنگ زد با استرس منو بیدار کرد که مچ منو بگیره، من انقدر ناراحت شدم اصلا سردردی گرفتم که نگو نپرس. ببین فقط برای مچگیری زنگ زد که ببین اون ساعت کله سحر من بیدارم یعنی، آخه کی اون ساعت بیداره؟ نمیدونم چه به خواهرات زنگ میزنه، اون خواهرای تنبله که تا 12 ظهر 1 ظهر میخوابن، نهار شام هم یکی میکنن و یه غذا سر عصر میدادن جلوی شوهراشون که از شوهرم حسابی شانس آوردن. از جنگم انقدر ناراحت شدم اصلا نمیدونی، انقدر عصبیم عزیزم. امروزم غذا کنسله گلم. کاملا حق با توئه، من کاملا حقو به تو میدم، من به عنوان یه مرد عاقل و بالغ حقو بزنم میدم. اصلا چه معنی داره مادر من اون ساعت زنگ بزنه تو رو از خواب بیدار کنه عزیزم؟ من حتما تذکر میدم گلم، خیالت راحت باشه، من اجازه نمیدم کسی زنمو ناراحت کنه عزیزم. امروز هم نمیخواد قضا درست کنی، فقط به فکر آرامش خودت باش بانو. ارژنگ جونم ممنونم از حمایتت، آخه یه زن به جز طلا و حمایت شوهرش دلش باید به چی خوش باشه؟ عزیزم حتما به مامان تذکر بده و کارا و خوبیای منو بزن تو سر خواهرات، به مادرم تذکر بده. قربونت، خدا نگهدار ارژنگ جونم.